خبرها را ادامه می دهیم. آخوند احمد خاتمی در نمایش جمعه امروز با ابراز یأس نسبت به چشمانداز لغو تحریم ها گفت می گویند با مذاکره تحریم ها را بر می دارند، اما دروغ می گویند. آنها می گویند همه گزینه ها روی میز است. نقطه دوم اینه، ما امریکا رو دولت دروغگو، دولت ریاکار، دولت عهد شکن می دانیم. از طرفی همین روزا هی لبخند نشون میدند و استقبال میکنند از مذاکره و به دروغ میگن که تحریم ها ایران رو به مذاکره واداشته. اینا همش دروغه. نشانه دروغ بودنش اینه که در اولین دیدار با نتانیاهو میگه همه گزینه ها علیه ایران را روی میز داریم، از جمله گزینه نظامی. خوب ملت ایران هم همه گزینه ها را روی میز دارند، از جمله گزینه 8 سال دفاع مقدس و تو دهنی محکم به متجاوزان. آخوند احمد خاتمی، مهره خامنه ای در خبرگان ارتجاع، درباره بالا گرفتن جنگ گرگ ها و بحران درونی رژیم گفت این نیش زدن ها در شأن آدم مسلمان نیست. مسئولان محترم هم باید آغوشو باز کنند به رسانه ها، به رسانه های مربوط به خودشون، به رسانه های علاقمنده به خودشون، بگن خفقان رسانه ای به وجود نیارید. تا یک کسی انتقاد کرد بهش نگید افراطی. این افراطی گفتن یعنی ایجاد خفقان رسانه ای. یعنی معتدل شمایید که همش به به و چه چه میگید. تا یک کسی گفت بالا چشمتون ابرو هست، این دیگه افراطیه. نکنند این کارها رو. دولت محترم که آغوششو باز کرده برای پذیرش نقدهای منصفانه، جوری بنویسید نقد کنید. نقد یعنی نقاط مثبت رو بگید، نقاط منفی رو هم بگید. شخصیت منتقد رو حتک نکنید. متاسفانه برخی از قلمها زهراگینه. میخوای بگی این خطبه این انتقادات رو داشت، خب بنویس. ما هم با آغوش باز میپذیریم انتقادات سازنده رو، عمل هم میکنیم. اما نیش زدن و اینها در شأن یک مسلمان نیست. این در عرصه داخلی. برم در عرصه خارجی. وی با نگرانی از سرنگونی رژیم گفت منظور از شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه مرگ بر براندازان است. این مرگ بر ضد ولایت فقیه معناش کسانی که در عرصه تئوریکی با ولایت فقیه مخالفن نیست. اینجا ضد ولایت فقیه یعنی مرگ بر براندازان، یعنی مرگ بر اونهایی که تلاش برای سقوط نظام اسلامی میکنند. این شعار معناش اینه. و این شعار در 10 سال دوره امامت امام پیش امام داده میشد و بعد از ایشان هم در محضر مقام معظم رهبری، و به فضل خدا این بیعت ادامه پیدا خواهد کرد و این شعار از دهن مردم ما نخواهد افتاد. یک نماینده مجلس ارتجاع با اذعان به چپاول نجومی دارایی های مردم در حکومت آخوندی گفت 600 میلیارد دلار ارز در 1 سال از دست رفت. عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم افزود برخی خیال می‌کنند آن اختلاس 3000 میلیارد تومانی که برابر با 1 میلیارد دلار بود بزرگترین حادثه فساد در کشور بوده، اما طبق حساب‌هایی که ما انجام داده‌ایم 600 میلیارد دلار در 1 سال ارز در کشور از دست رفته، اما هیچ کس برای آن
اشکی نمی ریزد. ما در دولت نهم و دهم بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. این نماینده مجلس رژیم آخوندی ایران تحت حاکمیت ولی فقیه را با ترکیه مقایسه کرد و گفت پول و منبع بزرگ همه ساله به اقتصاد ایران تزریق شده و طی 10 سال اخیر 240 میلیارد دلار سالانه به اقتصاد ایران تزریق شده است. اما حجم تولید ناخالص ترکیه بیشتر بوده و تورم و گرانی این کشور با وجود عدم ذخایر نفتی از ایران کمتر است. وی افزود یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد واگذاری ها به بخش خصوصی است. کشور در سال جاری با مشکل کسری بودجه مواجه است و نرخ تورم در حال حاضر حدود 40% است که این از نتیجه های اقتصاد دولتی است. رژیم آخوندی به هلاکت 5 تن از پاسداران در کردستان اذعان کرد. خبرگزاری سپاه پاسداران گزارش داد 5 نفر از پاسداران سپاه بانه ظهر پنجشنبه در درگیری با ضد انقلاب در منطقه عمومی این شهرستان کشته شدند. این رسانه حکومتی خاطرنشان کرد که در این درگیری که در منطقه ساوان از توابع شهرستان بانه رخ داد 2 نفر از نیروهای سپاهی نیز زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند.